موشکاف. سلام، مخلص همه شما موشکاف هم. اگه بپرسی این روزا چی کارا میکنی؟ عرض میکنم که شکاف سنجو گرفتم دستم، دارم ابعاد شکاف تو بالا و پایین نظام ولایت رو اندازه میگیرم. آقا وزاریاتیه، کار دیگه از جنگ و جدال و این حرفا گذشته. کار پسمونده های خمینی به تیکه پاره کردن هم دیگه کشیده. ببینی چربت نداری شیخ پری رو چجوری دراز کرده. روحانی علی‌رغم توصیه های منطقی و مستند دلسوزان، شماری از اصحاب فتنه آمریکایی اسرائیلی 88 را در حلقه یاران خود به کار گرفت. وقتی همین مردم برخی از اقدامات مجموعه دولت و نه الزاماً آقای دکتر روحانی را برخلاف آنچه انتظار داشتند می‌بینند، به طور طبیعی و منطقی در اعتماد قبلی خود به رئیس جمهور محترم دچار تردید می‌شوند. آیا این تناقض نمی‌تواند کاهش اعتماد مردم به دولت و رئیس جمهور محترم را در پی داشته باشد؟ بدیهی است که می‌تواند و داشت. بله، گماشته های ترمز بریده ولایت از ترس آخر عاقبت زهرخوری دستشین رو گذاشتن رو رگبار و شیکم اعتدال کوسه نشان و نشونه گرفتن. یکی از این تیخکش های کف کرده جونوری به نام نبویانه که تو این هیروویری پیله کرده به اموال کوسه و نوچه هاش. ما میفرماد ما باید کوشش کنیم که اخلاق کاخنشینی رو از این ملت بزداییم. آن روزی که دولت ما توجه به کاخ پیدا کرد، آن روز است که ما باید فاتحه دولت و ملت را بخوانیم. چی شد به فاتحه خونی افتادی؟ مگه مسئولین نظام همه ساده زیست و اهل زهد و این حرفا نبودن؟ اما من الان مسئولینی میشناسم هستن و دارن استفاده میکنن. مسئولی که 20 تا 30 تا 50 تا شرکت برای خودش داره که میرسه بیاد مشکلات مردم رو حل بکنه. ای بابا، 20 تا 30 و 60 چیه؟ کم گفتن بهت. امپراتوری میلیاردی ولی فقیه چرا نمیگی؟ یکم واضح تر صحبت کن ببینم داستان چیه. من اینجا دیگه واضح باید عرض بکنم، این جای نگرانیست. آدم میشه بدون سونا و بدون خیلی چیزای دیگه، بدون تغییر دکوراسیون به مردمم خدمت بکنه. ملاحظه میکنید که زهر چجوری داره این وسط قلقل میکنه؟ شکاف سنجی که بهتون گفتم و باید همین جا به کار انداخت. آخوندا وقتی به جون هم میافتن دیگه عبا مبا رو میزنن کنار و پته هم دیگه رو میریزن رو آب. تا اینجا هرچی گفت آتیش تهیه بود، حالا نوبت پیله کردن به اصل قضیه، یعنی جام زهر و رابطه با شیطون بزرگه. حلال مشکلات اقتصادی امروز جامعه ما فقط تدین به خدای متعاله. الان امام میفرماد، الان رهبری میفرماد در بحث اقتصادی و تحریم ها آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. بله، اینجاست که طرف حساب این یارو که یکی از آخوندای جام زهری باند کوسه است جوش میاره و میره واسه یه خمه نبویان. ببینید، کسانی که سابقشون داره نشون میده و اعتقاداتشون به گونه ایست که به هیچ وجه کسانی هستن قرض زده باشن، اما در این حال میخوان کشور اداره بشه. بالاخره تحریم ها یک واقعیتی است. حالا نمیتونیم بگیم خدا تحریم کرد، که امریکا تحریم کرد، غرب تحریم کرد. ما باید با تدبیر به گونه ای عمل کنیم که اونها رو در توطئهشون شکست بدیم. منظورش اینه که بابا واسه ما از این روزه ها نخون، اوضاع پتاله. تحریم خفت سیدعلی رو چسبیده، کارشو ساخته، بیمایه فطیره، بیزه ولایت خرد و خمیره. بالاخره یه کشوریست با مشکلات شدید، وقتی که تحریم میشه، نفت ما تحریم میشه، جامعه ما دوچار مشکل هست، مردم دوچار مشکلات کار، و آقای دکتر خودشون نماینده هستن دیگه، مراجعاتی که مردم دارن اینها باید حل بشه. حالا اون یکی رو بشنوید که دست میکنه تو خورجین خاطرات امام و واسه کوسه برگ رو میکنه. امام در زمان جنگ مشکل نداشت؟
چرا همون زمانم به در همون زمان حکم اعدام ارتداد سلمان رشدی رو میده و ما شاهد این هستیم که سفرهای خارجی کشور اروپایی همه میرن از ایران. آخوند جام زهری به اینجا که میرسه زیرا به حرف خامنه ای رو میزنه و میگه بابا دیگه این حرفا رو جلوی من یکی نزن. کدوم درو؟ کدوم جبون؟ تحریم او تمام که چی بخش اعظم حل مشکل ما نیست. به قول ما معظم رهبری به درک تحریم رو بر نداشتن. این یکی رو باش ولی فقیه یه سوم جام زهر رو بالا رفته. بعد این تازه سوالشه که با آمریکا درست میشه یا نمیشه. نه حاجی بابایان، کار این نظام با این چیزا درست بشه نیست. با آمریکا بی آمریکا در هر حال وضعتون روز به روز خرابتر میشه. میگی نه؟ حالا نگاه کن.